سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیش رو 9:30 دقیقه به وقت تهران در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به آخرین خبرهای روز و یا خبرهایی که دیگر خبری از آنها نیست، مانند پیامدهای اسیدپاشی در اصفهان. سرانجام تحقیقات در این زمینه به کجا رسیده است؟ یک مسئول جمهوری اسلامی گفته است آنان که به اسیدپاشی اعتراض کردند باید بیایند و توبه کنند. ظاهراً قربانیان این حادثه نیز بدهکار حکومت فقیه شدند. یک مسئول جمهوری اسلامی، یک مسئول پزشکی در ایران میگوید 25% مردم ایران نیاز به درمانهای روانی دارند. و یک مسئول دیگر در ایران خبر از آن میدهد که قربانیان اعتیاد دومین قربانیان مرگ و میر در ایران هستند. و خبرهای دیگر در ارتباط با ایران و مردم ایران و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران میگذرد. با من و شما هستند در لندن آقای ناصر محمدی عزیز که از طریق اسکایپ با ما خواهند بود و در کل آلمان سرکار خانم اختر قاسمی روزنامه نگار با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب بینندگان عزیز، پیش از هر چیز من این خبر رو بدم که در آمریکا امروز انتخابات میان دوره‌ای برگزار شد برای 36 کرسی مجلس سنا و همه کرسی‌های مجلس نمایندگان. پیش بینی میشه اکثریت سنا که در دست حزب دموکرات هست، حزب پرزیدنت اوباما، به حزب جمهوری خواه منتقل بشه در این انتخابات و کنگره نیز که اکثریتش در دست حزب جمهوری خواه بود همچنان در دست حزب جمهوری خواه باقی بمونه. بدین شکل مجموعه کنگره آمریکا که ترکیبی است از مجلس نمایندگان و سنا در دست حزب جمهوری خواه خواهد بود و آقای اوباما دو سال سختی رو در چنین صورتی در پیش خواهد داشت. هرچند گفته نیویورک تایمز نقل کرده که ایشون گفته هیچ گونه سر سازشی با چنین وضعی نخواهد داشت و به هر حال ببینیم چه خواهد شد در دو سالی که در پیش رو است. نتایج به طور رسمی تا فردا صبح چهارشنبه اعلام خواهد شد. و اما سلام به شما سرکار خانم اختر قاسمی گرامی در کل. دو سلام میفرستم به شما آقای چالنگی عزیز، همشهری عزیزم، و همچنین سلام و درود به هموطنانم در سراسر دنیا، به خصوص در ایران، و به مهمان عزیز برنامه آقای محمدی، جناب ناصر محمدی گرامی که چند هفته ما از دیدارشون محروم بودیم به برنامه بازگشتن. با سلام به شما ناصر خان گرامی. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و سرکار خانم قاسمی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران.
آقای محمد، بذارید ما از اینجا شروع کنیم. بیرون در روسی، در ایران از در پی انقلاب یک سیستم جدیدی است که دیگه تقریبا برای همه آشکار هست، این که وکیل دادگستری که دفاع میکنه از موکلی بعد از مدتی به زندان میره و این کسی که متهم است در موارد بسیار زیادی راست میره و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. یه سری پرونده هم هست که میان یه مدتی اسمی برده میشه مثل بابک زنجانی، بعد دیگه خبری نیست ازش و از این اتفاقات. الان هم این مسئله رو داریم. اسید پاشی در اصفهان، کم کم کسانی که قربانی حادثه شدن، یه حادثه که چه ارز کنم این اقدام شدن، دارن بدهکار میشن، بدهکار امثال مصباح یزدی و صادق لاریجانی و اخویات و اخوان و بقیه شون. عرض به خدمت شما، اسید پاشی که در اصفهان انجام شد که خب آقای مصلحی گفتن کار انگلیس هاست، کار اصفهانی هم هستی که نبوده. این بچه هایی که تو اصفهان رفتن اسید پاشیدن ظاهرا مثل اینکه انگلیسی ها باشه این قضیه بودن، اینجوری که ایشون داره. اما توصیف کلی که فرمودید جناب چالنگی، اگر در نظام جمهوری اسلامی غیر از این می بود جای تعجب واقعا. وقتی که حساب میکنید، حالا آقای بابک زنجانی خودش هم یک بار آمد گفت من ویترین قضیه هستم، یعنی یک نفر دست ششم و دست هشتم هستم، بقیه اونایی که بالاتر هستن نقش اساسی دارن. امروز در خبرها بود که مسئله زمینخواری آقای محمد جواد لاریجانی، همونی که مسئول ستاد حقوق بشر هست در قوه قضاییه، هنوز معلوم نیست که به کجا رسید. از اینها بسیار بسیار زیاد هست. اما وقتی که مسئله اسید پاشی پیش میاد، شما ببینید حتی یک نفر از این ائمه جمعه، از این آقایون معممی، یک نفرشون اقلا یه اعتراضی کرده باشه. نه تنها اعتراض میکردن، وقتی امام جمعه تهران به زبان فارسی، به زبان شیرین فارسی میگوید که مسئله حجاب و عفاف احتیاج به خون دارد، احتیاج به خون ریزی دارد، خب این رو چجوری میشود تعبیر کرد؟ اون بچه های حزب اللهی، اون بچه های بسیجی، این رو چجوری تعبیرش میکنه؟ جز این استش که برند و صورت دختران جوان ما اسید پاشی بکنند و تازه با یک روش بسیار ناجوان مردانه بعد بیان همین رو تازه بندازن گردن مطبوعات، گردن این که اخیره یکی از مقامات گفته بود که بیشتر از اون که خود اسید پاشی مسئله هست، این رسانه‌ای کردنش و قوهای رسانه هایی که به راه انداختن، این باعث شده استش که از همه بدتر. خب در کشوری که واقعا هیچ چیزش سر جای خودش نیست، هیچ کس در واقع مسئولیتی رو که باید انجام بده انجام نمیده، از جمله مثلا خود رهبر که امروز آمده است جانشین رئیس سازمان رادیو تلویزیون رو هم معین کرده است، یعنی دخالت میکنه برخلاف قانون اساسی. جانشین چرا برخلاف قانون اساسی؟ آقای محمد، قانون اساسی از اول تا آخرش بسیار چیزایی درش هست، سرآخر همه راه ها به رهبر ختم میشه. ولی فقیر کدوم قانون اساسی؟ خب ببینید، به هر حال یک قانون اساسی نوشتن غلط یا درست و در اصل 110 و 111 اختیارات ایشون رو مشخص کرده. بله، تعیین رئیس رادیو تلویزیون با ایشون، اما نه دیگه جانشینش یا مثلا مدیر کل فلان قسمتش، ولی میبینیم که ایشون شخصا دخالت میکنه در همه مسائل. یعنی میفرمایید که اگر مثلا حالا جانشینش ایشون انتخاب نکنه همه کارا درسته؟ نه خیر، قرازم دیگه است. قرازم این استش که در مجموعه ای که شترگاه پلنگه حالا وقتی مسئله اسید پاشی رو میرسیم که واقعا ماجرای بسیار بسیار دردناکی هست، یا مثلا
اعدام ریحانه رو وقتی بهش برسیم، هر کدوم اینا رو شما انگوش میذارید بله میبینید که واقعا نشانه ای از یک حکومتی است که هیچ قانونی سرش نمیشه. درست است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قدرت ولایت فقیه تشکیل شده است، همه اینا درست، اما به هر حال تقسیم وظایفی هم هست. دولت هیچ کار است. اما شما اشاره فرمودید به انتخابات آمریکا که امروز انجام شد. خب میبینیم که آقای اوباما در این مدتی که بودن، خب اکثریت دموکرات ها هم در مجلس بودن، در هم در مجلس نمایندگان هم در سنا، واقعا کاری انجام نداد آقای اوباما. ولی الان که تغییر میکنن، به هر حال وظایفی در جد مقابل رئیس جمهور است. اما در جمهوری اسلامی رئیس جمهور که شخص دوم از طبق قانون اساسی واقعا اختیاراتی نداره، تعارف هم نداره، حتی نتوانسته است حالا بل آقا یک اعتراض بکنه به مسئله اصلی. بل حالا برحال این بحث رو حتما ادامه میدیم درباره قدرت رئیس جمهور و قانون اساسی که وجود داره حتما. اما موافق هستیم پیش از اون بریم به کل سرکار خانم اختر قاسمی. خوش آمدی دوباره به شما اختر خانم گرامی. خانم قاسمی، همین مسئله اسید پاشی، سوال من این هستش که چرا جمهوری اسلامی از 23 بهمن ماه تا به امروز همچنان علیه زنان و دختران ایرانی به اصطلاح اقدام میکنه؟ از چوب و چماق قبلی که بر سر دختران ایرانی میزد تا اسید پاشی امروز در اصفهان، چی هست که زنان و دختران ایرانی تسلیم خواستها یا آن حجابی که جمهوری اسلامی تحمیل میکنه نشد؟ بله، خواهش میکنم آقای چالنگی. منم ضمن سپاس مجدد از اینکه شما این امکان رو به من دادید و دعوت کردید، اجازه میخواستم ازتون اگه امکان داره به عنوان یک زن و یک مادر پیام خانم شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری که چند روز گذشته اعدام شدن، و از این تریبون استفاده کنم و بیان کنم. ریحانه در همه اطلاع داریم که در یک بیدادگاه و در یک دادگاه ناعادلانه محکوم شد و اصلا پرونده ایشون درست بررسی نشد و به دار آویخته شد و مادر ایشون در 5 نوامبر یعنی فردا تولد 27 سالگی ایشون هستند و مادرشون از همه خواستن، چون خیلی ها میخواستن که تولدشون برن و یاد به خونه ریحانه و یا سر قبلشون و به دلایل امنیتی این کار امکان پذیر نیست، از همه خواستن که در این روز یک شمع روشن کنن در خانه خودشون و عکسی بگیرن و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارن و اگر ترس از اینکه صورتشون مشخص میشه دارن، میتونن عکس جلوی صورتشون بگیرن. من از اینجا میخواستم هم دوباره به مادر ریحانه و جامعه ایرانی به خاطر چنین بی عدالتی تسلیت بگم از بین رفتن ریحانه، و همین که اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان دیروز بیانیه منتشر کردن که باز خواستن که روز 5 نوامبر به دلیل کشته شدن بیش از 130 فکر میکنم روزنامه نگار در کشورهایی که همکنون جنگ هست و ناامنی هست، مثل سوریه، عراق و همچنین در روسیه نوشته بودن، از همه آلمان، مردم آلمان خواست که در ساعت 12 روز 5 نوامبر یک دقیقه سکوت کنن به خاطر کشته شدن این روزنامه نگاران. من خواستم از این فرصت استفاده کنم و این دو فراخوان رو بگم. ممنونم. و اما در مورد سوالی که شما کردید که چرا در جامعه ایران با وجود فشاری که همیشه بر زنان بوده از ابتدای انقلاب، ولی ما میبینیم که زنان چگونه مقاومت کردن،
ببینید آقای چالنگی، بارها شده که جامعه شناسان با بررسی حکومت‌های تمامیت‌ها و توتالیته، حکومت‌های ایدئولوژیست، بارها شده که جامعه شناسان و فلاسفه گفتن که همیشه قدرت‌های حاکم برای اینکه بتونن تسلط بر جامعه رو داشته باشن و حفظ بکنن، دست به کنترل جنسی و جنسیتی جامعه میزنن و اینو ما همیشه شاهد بودیم در چنین جوامعی. در جامعه ما یک جامعه ایدئولوژیست اسلامی، جامعه‌ای که اساس نظامش بر اساس قوانین اسلام، قوانینی که در 1400 سال پیش در زمانی که اصلا انسان به این آگاهی و خرد و اندیشه نرسیده بود و حقوق انسانی کاملا پایمال میشد و زن یک ملک در دست مرد بود و مرد میتونست در همه ابعاد زندگی و حتی جسم زن تعیین بکنه که چگونه زن با جسم و روح و روان خودش برخورد بکنه، قوانین جمهوری اسلامی بر اساس این قوانین ضد زن اسلامی طبیعتاً از اونجایی که زن رو ملکی از مرد، ملک و ملکی از مرد میدونه، همیشه سعی کرده که زن رو در واقع فشار بهش بیاره و تا اونجایی که میتونه از تصمیم گیری ها از درون جامعه و همه اینها کنار بذاره اونا. منتها ما میبینیم که نه، از که با وجود فشارهایی که از همه نظر همیشه خواستن، از شکل ظاهرش گرفته، از حجاب اجباری که کردن گرفته، تا ممنوعیت زنها در خیلی کارها، تا ممنوعیت تحصیل در خیلی رشته‌های تحصیلی، تا عدم اینکه امکاناتی فراهم بکنه برای مادران، زنانی که بچه دارن، که بتونن با وجودی که بچه دارن در اجتماع باشن و کار بکنن، همه این ممنوعیت هایی که ما دیدیم. ولی ما میبینیم که زنان هوشیار ایرانی همیشه با وجودی که هزینه های خیلی زیادی رو پرداختن، ولی مقاومت کردن، برای اینکه جهان امروز، نه دنیای امروز، که ما یک دنیای کمیونیکیشنی داریم، یک دنیای ارتباطاتی داریم که از طرق مختلف مردم جهان از دورترین نقطه دنیا، جنوبی ترین تا شمالی ترین، شرقی ترین تا غربی ترین نقاط میتونن در آن واحد با هم تماس بگیرن، اینترنت با ماهواره، ما میبینیم که این زنها تونستن با جهان بیرون در ارتباط باشن، از حقوق خودشون آگاه باشن و مقاومت کنن و در مقابل چنین قوانین قرون وسطایی مقاومت کنن و اجازه ندن که به اصطلاح بیشتر و بیشتر آنها رو به کنار جامعه برونن. حتما ادامه خواهیم داد خانم قاسمی عزیز. اما آقای محمدی، ببینید در ایران مرتب صحبت جامعه ایرانی میکنند، جامعه ایرانی و سنت های ایرانی، وقتی که برمیگردیم نگاه میکنیم جامعه ایرانی بخش عمدهش عشایر ایران بوده و در عشایر ایران هم خانم قاسمی میدونه، هم شما میدونید بنده و بسیاری و تحقیقات انجام شده که زنان نقش بسیار مهم میداشت و دارن هنوز، اگر عشیره ای مانده باشه هنوز به شکل عشیره، چه در اقتصاد عشیره، چه در اداره عشیره و چه حتی در جنگ هایی که بوده، چه جنگ های بین عشایر و چه جنگ های در سطح ملی، یعنی در زمان مشروط و جای. اما آنچه که من اسم اون رو فرهنگ سرچشمه میگذارم که ربطی دیگه به مردم کنونی سرچشمه نداره، مردم نازنین سرچشمه نداره، اون فرهنگی که سینمای ایران بخشیش مبلغش بود، اون فرهنگی که در بازار ایران جاری بود، بازوی اقتصادیش بود و
و بازاریان تهران به خصوص بازوی اقتصادیش بودن و ملای شیعه بر منبر. این ملای شیعه لفظی است از آقای احمد کسروی، اندیشمند بزرگ ایران، بر منبر بازوی تبلیغاتیش بود، آمد و بر مملکت چیره شد. در آزادی کامل هم به سر می بود. نظام پادشاهی ایران چندان قید و بندی بر این فرهنگ و یا این دستگاه نگذاشته بود. ملایان بر منبر بودند، بازاریان اقتصاد تأمین کننده چون اقتصاد چون این فرهنگی بودن و سینما ایران همسال مسعود کیمیایی و بقیه و با قیصر و بدون قیصر هم مبلغ چون این فرهنگی بودن، فرهنگ زن ستیز. الان اینو شما بعد از 35 سال دارید نگاه میکنید به این جامعه، جامعه‌ای که درش زنان در عشایر نقش عمده داشتن و فرهنگی که الان بر منبر و بر از طریق زندان هر چی کس داره تحمیل میکنه به زنان ایران، بافت جامعه ایران رو شما چطور در حال حاضر این واکنش هایی که هست ریشه در کجا داره؟ آیا بر نمیگرده به همون فرهنگ غنی که احترام گسترده‌ای برای زن ایرانی قائل هست، فرهنگ عشایری ایران؟ والا اگه اجازه بدید جناب چلنگی، یک نکته رو شما دیروز هم که گفتگو داشتید با آقای مصطفی و خانم علاسمن اشاره کردید، گهگاه اشاره میکنید که از 23 بهمن شروع شد، بنده بر این باورم که از قبل از 22 بهمن اون فشارها و ایجاد وحشت و گوه و اینا شروع شده. من به قدرت رسیدن رو میگم، یعنی نشستن فقیه بر جای پادشاه یا بر جای نهاد قدرت در ایران. این رو اشاره بفرمایید. واقعا اونجوری که اشاره کردید این ماشین اعدام که اون موقع شروع به کار کرد هنوز داره کار میکنه. اما برگردیم به مسئله که مطرح فرمودید. خب ما در تاریخمون، حالا غیر از اینکه ما در ایلات و عشایر و همین الان هم در دهات خودمون واقعا قدرتمند هستن، در تاریخ نگاه میکنیم این فرمانده نیروی دریایی زن داشتیم، زنان بزرگواری داشتیم که واقعا اداره میکردن، لشکر به اداره میکردن و هنوزم که هنوزه این مبارزه رو ادامه میدن. بحث بر سر حجاب فقط نیست جناب چنانی، اصلا خانم قاسمی اشاره فرمودن که مسئله اسلام است، اصلا مسئله اسلام ربطی نداره، لباس اصلا مسئله محلی است. در هیچ کجای اسلام این حرف که حتما شما چادر سیاه بپوشید و نپوشید. ما میبینیم در آفریقا فرض بکنید مسلمانان، زنان مسلمان به گونه ای لباس میپوشند که در عربستان به گونه دیگری، یا در هندوستان فرض بکنید بخشی از بدنشون حتی پیداست، حتی مسلمیست. بنابراین این یک مسئله است که آقایون ملایان که اتفاقا وقتی میگیم ملا به معنای قدیم و معنای باسواد به کار میبردن بر سر منابع وقتی میبردن، آقایون ملایان هم میخواهند از اون قدرتی که از لحاظ دینی به دست آوردن، اونم بخشی از دین که مربوط به حکومت است، نه فقط برمیگردد به آیات مکی، به آیات اولیه اسلام که در همه دین ها هم یکسان هست که آقا دروغ نگویید، امانت خوری نکنید و همسایه محبت کنید به دوست. اینا در همه دین ها هست، منتها بخشی از دین اسلام رسیده به جایی که پیامبر اسلام حکومت درست کرده و حکومت هم یک مسئله مقطعی و زمانی و منطقه است. یه روز دستور میاد زور بکنید، دستور جنگ بکنید، بنابراین آنچه که به عنوان حکومت دینی میخواهند برقرار بکنند و سعی هم میکنند برقرار بکنند، هنوز هم نتوانستند برقرار بکنند، مربوط است به مسئله حکومتی اسلام که اصلا امروز جایی محلی از اعراب در مورد نداره در دنیای امروز. اما وقتی نگاه میکنیم بحث اینا اصلا مسئله فقط حجاب، اینهایی که رفتن و اسیر به صورتشون پاشیدن، حجاب در حدی که جامعه میخواهد
یعنی حتی روسری رو سرش بکنه، شلوار بپوشه. جامعه میخواد آقای محمدی؟ ببخشید، حکومت میخواد، منظورم وقتی میخواهد با اون هماهنگی کرده داره را میره، ولی همون رو هم قبول ندارم. نگاه میکنیم ببینیم توی 35 سال خاطرتون باشه اولین بار در اسفندماه 1357 زنان دست به تظاهرات زدن بر علیه حجاب، و از اون موقع تا به حال میبینیم این جنگ و گریز ادامه داره. حالا دیگه کار به جایی رسیده هستش خود مجلس به عنوان امر معروف و نهی از منکر دست ناهیان از منکر آمران و معروف رو داره باز میذاره، و خیلی هم راحت میگن اصلا این کار ما نیست، این کار مردمی بوده که خواستن مثلا یه اذیتی بکنن، تازه رفتن یه نفر رو پیدا کردن که مثل این که این آقا بود. یا مسئله ریحانه که دیروز به طور مفصل آقای مصطفی توضیح دادن که چه بلایی بر سرش آوردن دختر جوان رو، به خاطر اینکه یک مسئله و کثافتکاری رو در وزارت اطلاعات بپوشونن یا سر یک روز اینها حالا اون مسئله. اما به هر حال این رو باید قبول کرد جناب زمانی که همچنان زنان ما، دختران ما، حالا ما اگه میگیم فوری ممکن است که برداشت دیگری بکنن بعضی، واقعا دارن مبارزه میکنن، تعارف هم نداره، هر جایی که توانستن مبارزه کردن. ببینیم وقتی که بر میگردیم به مسئله مثلا قاجاران، بعد میاد میبینیم که به کشف حجاب میشود، ولی بعد از اون در دوره محمد رضا شاه آزادن، هر کسی میخواهد چادر سرش بکنه، هر کسی میخواد نکنه، هر کسی میخواد روسری داشته باشه، آزادی پیدا کرده بوده. چون خب اندک اندک هم داشت میرفت به طرف جوانه متردی و پیشرفته، که متاسفانه این اتفاق افتاد و همه حساب ها رو در واقع زیر و رو کرد و ما رو به امروز کشونده که متاسفانه شاهد رنج بیش از حد زنان هستیم که بیش از مردم واقعا دارن هم مبارزه میکنن هم خانم قاسمی عزیز، ببینید اون چی که من به عنوان فرهنگ سرچشمه اشاره کردم، امیدوارم مشخص شده باشه برای بینندگان منظور من چی هست. اون فرهنگی که در منطقه ویژه‌ای، در منطقه از تهران بود و گسترش پیدا میکرد، فرهنگی که معرفاش گفتم در سینما آقای مسعود کیمیایی بود و بعد کسان دیگری، و در منبر کسانی مثل فلسفی و بعد تا آیت الله خمینی و بعدا آقای رجایی که صراحتا گفت ما آمده این فرهنگ سرچشمه را حاکم کنیم، و به هر حال در زمین های دیگه کم و بیش مردم ما میدونن. حالا مردم اکنون سرچشمه مثل بقیه مناطق ایران دچار گرفتاری هایی هستن که دامنگیر همه مردم ایران هست یا اکثریت مردم ایران. در این فرهنگ ما میبینیم برخلاف ادعا خانم قاسمی که زن که معتقد هستن در غرب یا جاهای دیگه آزادیش باعث میشه به عنوان کالا مطرح بشه، در خود این فرهنگ هست که زن به عنوان کالاترین هست، باید در چادر چاخچور پیشیده بشه، حتی تار موش باعث وسوسه های شیطانیه به قول معروف ملایان مردان میشه، و حتی اسم زنان رو جلو مردان نمیبرد. من اولین باری که دیدم مثلا خانمی بانوی رو همسرشون به اسم برادرش صدا میکرد، اصغر، بعد دیدیم خانم ایشون است، بانوی محترمی بودن اینها. خب ببینید این چه هدفی داره اساسا یک همچین فرهنگی که میونه این همه گرفتاری که مملکت داره، این همه بیابی هست، این همه بیکاری هست، این همه بیماری هست، این همه همچنان گرفتار تارموی زنان هست که بیرون نباشی. این مشکلش چیه در این 35 سال؟ منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اساسی جامعه. شما ببینید مسئله مذاکرات هسته‌ای بود، مسائل مختلف دیگه بود، مسئله به اصطلاح تحریم ها بود، مسئله شما ببینید چجوری افکار عمومی رو در عرض چند روز متوجه مسئله اصلی پاشی کردن. نه، و بعد شما میبینید که زمانی که
بر یک گروه جوانی موسیقی میخونن، موسیقی هپی که در سراسر دنیا جوانها خونده بودن و یک پیام شادی و دوستی رو میداد به همه. ما میبینیم که رئیس پلیس تهران میاد میگه که ما در عرض 2 ساعت همه رو دستگیر کردیم. ولی کم چطور میشه که الان هفته ها گذشته ولی کم هنوز حاکمیت هیچ گونه عکس العملی رو نشون نداده در مقابل اینکه کسانی که اسید پاشیدن به 11-12 مورد بوده به زنان و دختران اسید پاشیده شده، چطور شده دستگیر نشدن؟ یعنی شما میبینید که یکیش این میتونه باشه. خب از یک طرف رژیم اگر بخواد تلاش بکنه برای دستگیری واقعی این افراد، طبیعتا سرنخ این که کیا این دستورها را دادن سرنخ اونا پیدا میشه و طبیعی است که چنین کاری رو نمیکنه. میاد یک کراواتی رو، دقیقا فردی رو با کراوات میاره که یعنی بگه که این کار ما انصار حزب الله نیست. اون عکس، اگه اشارتون به اون عکسی که اشتباه بود، بله عکس گفت مثلا اشتباه شد، بله مردم تظاهرات میکنن میگن نیروی انتظامی صورت خواهرم کو، تازه خیلی در کمال آرامه از مردم رو دستگیر میکنن ولیکن مجرمین رو دستگیر نمیکنن. شما ببینید در جامعه ما متاسفانه همیشه مجرمین ازشون حمایت میشه و کسی که بهش ظلم رفته، مظلوم واقع شده دستگیر میشه، خبرنگاری که خبر رسانی کرده دستگیر میشه. یعنی این واقعا همین جوری که میبینیم توی موارد جریان دانشکوی دانشگاه رو داشتیم، اول انقلاب سینما رکس رو داشتیم که ما دیدیم که چگونه بوده موضوع پیگیری مسائل. قبل از اینکه پی بگیریم با موضوعات دیگر، چند خبر رو من مایلم اینجا بگم. اشاره کرده بودم در مقدمه برنامه معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، همونطور که قبلاً ها اشاره کرده بودم، عنوان‌ها در جمهوری اسلامی بسیار طولانی است. یک خط فقط میشه عنوان این بابا. گفته اعتیاد به مواد مخدر دومین عامل مرگ و میر در کشور است. خبر دیگه من دارم این که مریم سادات یحیوی از فعالان جنبش مدنی بازداشت شد. و یک خبر این که چای ایران رو که تاریخش گذشته به دبی میفرستن دوباره از اونجا وارد میکنن. و خبر بهجت اثر آقای محمدی عزیز، انتشار 21 جلد کتاب آموزش مداحی در ایران. این و رئیس انجمن روانپزشکان ایران هم گفته که 25% جمعیت کشور نیازمند درمان روانی هستند. 25% نیازمند درمان روانی و 21 جلد کتاب آموزش مداحی در ایران منتشر شده. بله با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پی خواهیم گرفت پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران رو. امروز 13 آبان ماه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. خب آقای محمدی عزیز، از آثار علمی که منتشر شده در ایران همین مؤسسه قدیم الاحسان، تبلیغی هم هست برای 21 جلد کتاب آموزش مدایی هست. مدایی شغل پردرآمدی هم از ظاهران در جمهوری اسلام. اما آقای محمدی، امروز سالگرد اشغال سفارت آمریکا هست در تهران. پیامدهای این اقدام که بدون شک یک اقدام تروریستی هست برای ایران خب خیلی گرون تموم شد. برای ایران که میگه مردم ایران، سفره مردم ایران هست، برای خیلی ها نه، به جایی هم رسیدن از این طریق، جمله همین بابا زرقامی از اشغال کنندگان سفارت بود، خانم معصومه ابتکار که
به مقامات مختلفی رسید، معاون رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور و الان هم رئیس محیط زیست و سمت های مختلف. ایشون هم از تروریست های ظاهرن اصلاح طلب کنونی، اما از تروریست های سابق، تروریست های حمله کننده به سفارت آمریکا بوده و بسیاری کسان دیگری که در اینجا نقش داشته. اما حکومت میگه خیر، این پایه عزت ما بوده و آمریکا رو به زانو در آوردیم و غیره. تفسیر شما رو میشنویم که چه پیامد عمده ای داشت برای مردم ایران این داستان. ببینید، مسئله سفارت آمریکا، خب یک بار هم اشغال کرده بودند قبل از اون اشغال 13 آبان که به دستور آقای خمینی به هر حال آقای یزدی و اینا رفتن و به اون اشغال خاتمه دادن، ولی به هر حال در 13 آبان سفارتخانه رو اشغال کردن، 52 دیپلمات آمریکایی رو گروگان گرفتن و علتش هم همین است. به نظر من اینکه آقای خمینی احتیاج داشت به یک دشمنی که به هر حال بتواند تمام نقایص حکومت خودش رو با حضور اون دشمن در واقع توجیه بکنه، که این دشمن هنوزم هست. یعنی الان هر اتفاقی در ایران میفته، یه مدت هم که خب جنگ رو شروع کردن، باز دوباره در همون جنگ، خب آقای خمینی میگفتن نعمت هست، به خاطر اینکه نعمت هم بود، برای اینکه توانستن تمام گروه های غیر همسور و غیر این که اندیشهشون مانند آقای خمینی باشه همه رو حذف بکنن و قدرت رو به طور مطلق به دست بگیرن. الان هم احتیاج به یک چنین دشمن خیالی دارن، در حالی که میدانیم آمریکا هیچ دشمنی نه با آقای خمینی داشت نه با انقلاب داشت، حتی کمک هم کرد. اما حاصل اون اشغال سفارت آمریکا، اولا یکی این بود که نظامی که بر سر کار آماده است به هیچ قانون بین المللی پایدار نیست، وفادار نیست و هر قانون رو زیر پا میگذاره. دیگری که اگه یادمون باشه در حدود 14 میلیارد دلار ذخایری که ما اونجا داشتیم تقریبا همش از بین رفته است به خاطر اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی داده و مسئله دیگه در منطقه انجام داده. و مسئله دیگر این که همین امروز هم جمهوری اسلامی احتیاج به یک دشمن فرضی داره. تمام اینهایی که شما ذکر کردید در سخنانتون در مورد اینکه با زنان چرا اینجور رفتار میکنن، واقعا وقتی که بر میگردیم میبینیم که اگر زلزله میاد، اگر دعای باران موثر نمیشود، اگر اسید میپاشن، هر کاری میکنن میگن اینها تقصیر زناست که حجاب رو رعایت نمیکنن. و اینا چرا رعایت نمیکنن؟ چون با دشمن ما که آمریکا هست و بعد حالا گاه گهگاه یا انگلیس رو خاطرش میکنن، اینها کارهای دشمنان ماست. اگر جلوی مثلا نشریات رو میگیرن میگن نشریات نشریات دشمن است. اشاره کردید که وکلای دادگستری رو که میرن دفاع میکنن از متهمین، حتی اینها رو میگیرن به زندان میندازن و به هر حال هر جور که به چرخونی میبینی سرش به یه دشمن فرضی، با اون دشمن فرضی هم در رأسش ایالات متحده است که به اصطلاح شیطان بزرگ است. آقای خمینی گفتن شیطان بزرگ. این حکومت احتیاج داره به یک دشمن فرضی جناب چالنگی، برای همین هم این دشمن فرضی رو درست کرده که هر نقص و نقصی که داره گردن اون بندازه و هر جنایتی هم که انجام میشه به نوعی به گردن او بیندازه. به نظرم شما خانم قاسمی به عنوان یک روزنامه‌نگار که در دنیای غرب زندگی کرده سالیان سال، پیامد این گروگانگیری رو برای اعتبار ایران، وضعیت ایران در سطح جهان چطور می‌بینید؟ بله آقای چالنگی، پیامدش رو که متاسفانه ما شاهد بودیم و در واقع مردم ما هم این پیامد و متاسفانه پاسخ گرفتن از فشارهایی که بهشون اومد توی زمینه‌های مختلف، عدم روابط
فرهنگی و یا اجتماعی درست با دیگر کشورها، عدم امکاناتی که بذارن برای ایرانیان که بتونن به جهان خارج از ایران سفر کنن، ارتباط داشته باشن، درس بخونن، و فشارهایی که بوده و از جمله فشارهای اقتصادی که هم به مردم و هم در واقع خود رژیم که مشکلی نداره، برای اینکه اونها با چپاولی که میکنن همیشه به اشکال گوناگون خودشون در رفاه و امنیت و فرزندانشون هم که میبینیم در دنیای غرب، در همه جا، در انگلیس و کانادا و امریکا، همه جا پراکنده هستن و درس میخونن و زندگی میکنن، و این فشار متاسفانه به مردم بوده و بنابراین رژیم مشکلی از این بابت نداره. و من میخواستم این جمله آقای محمدی رو تایید بکنم که ایشون گفتن رژیم همیشه نیاز به یک دشمن فرضی داشته و داره تا اینکه بتونه مردم رو در واقع یک پاسخی به مردم بده و در مقابل مردم همیشه بگه که عامل تمام این فشارها و نابسامانی هایی که اگر ما داریم عاملش دشمن خارجیه. گروگان سفارت امریکا رو گرفت برای اینکه به راحتی اولا که بتونه تسلط کامل بر جامعه داشته باشه. با شما اگه یادتون باشه در چند سال اول انقلاب، به خصوص در زمان جنگ، ما واقعا جامعه ایران مثل یک زندانی بود که به هیچ عنوان با دنیای خارج اصلا ارتباطی نداشت، برای اینکه بتونه آنچی که میخواد از همه نظر مردم رو کاملا زیر پوشش خودش قرار بگیره و فقط با دنیایی که میخواد ارتباط بگیره تا بتونه برای صدور اون اسلامشون که دیدیم پشتبندش جنگی بود که با عراق راه انداخت دولت ایران و همیشه نیاز داره. و الانم بعد از این گروگانگیری میبینیم که طی 35 سال هر اتفاقی که در ایران میفته میگه که دشمن خارجی امریکا و اسرائیل بودن و به راحتی میتونه دهان مردم رو ببنده. آقای محمدی عزیز، ظاهرا این ستیزی که با امریکا با گروگانگیری آغاز شد، علارغم مماشات، علارغم نرمش هایی که دولت اوباما هم بسیار نشون داده و مذاکرات پشت پرده، پیش پرده، کنار پرده، پایین سن، بالای سن انجام شده، و خنده های وقف ناپذیر این بابا آقای ظریف با جانکری میبینیم همچنان ادامه داره. خط و نشون های آقای نقدی، فرماندهان پاسداران علیه آمریکا، اینها با چه هدفی هست و تا چه اندازه بیان کننده توانایی های نظامی به اصطلاح جمهوری اسلامی؟ والا جناب شلنگی، دیروز هم آقای فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته بودن که ما تمام ناوهای آمریکا رو در خلیج فارس در عرض 50 ثانیه نابود میکنیم. از این به اصطلاح بلوف زدن ها، از این حرف زدن ها، از این گردن کلوب بازی در آوردن ها هیچ هدفی نیست جز این که در واقع مردم عامی رو، اونهایی رو که حالا بهشون میبیم آدم های قشری، واقعا بتوانند یه جوری قانع بکنن که این همه کسافتکاری که کردن یه جوری سرپوش بذارن. ببینید، از وقتی که مسئله سفارت آمریکا پیش اومد، اساساً اعتبار و آبروی نه تنها جمهوری اسلامی بلکه ایران رو در جهان در واقع از بین بردن. اما در وقتی که الان داریم اشاره میکنیم، درست الان که در میانه، یعنی در انتهای گفتگوهای هسته‌ای هستیم، هیچ تردیدی در این وجود نداره که جمهوری اسلامی از سر ناچاری، از سر ضعف، از سر اینکه به زانو در آمده است از نظر اقتصادی، مجبور شده که گفتگوها رو قبول بکنه و البته به اعتقاد تا 24 نوامبر هم به جایی نمیرسه. اما آدمهایی بعد مثل آقای نقدی باید بیان یه همچین خط نشونی هم بکشن، یه همچین شاخشونه هم بکشن. ولی میدانیم که واقعا در مقابل قدرت آمریکا و به طور کلی قدرت های جهانی چیزی نیستن، یعنی چیزی نیست این جمهوری اسلامی. حالا در این 6 ساله‌ای که آقای اوباما متاسفانه بر سر کار بوده،
و بسیار هم ضعیف عمل کرده، یه جوری شده استش که جمهوری اسلامی در منطقه توانست در بعضی از نقاط، در بعضی از کشورها نفوذ پیدا بکنه و حالا داره بابت اون گردن کلفتی هم میکنه، باج هم میخواد. اما میبینیم که باز هم در ائتلاف علیه گروه داعش راش نمیدن، داره که اعتماد بهش نمیکنن. در مورد مسئله هسته‌ای هم به همین صورت است، در حالی که آقای ظریف و دیگران و آقای روحانی در واقع دارن التماس میکنن به اینکه به جایی برسن، بنده تصور نمیکنم حتی تا 24 نوامبر بتوانن به توافق نهایی برسن. به هر حال مجموعاً میخواهم بگویم که آنچه که امروز داریم میکشیم، سرمنشهش، یکی از سرمنشهاش به ویژه از نظر سیاست بین المللی، همان اتفاقی بود که در سال موقع گروگانگیری در 13 آبان اتفاق افتاد و متاسفانه باعث شد تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ایران تحت فشار قرار بگیره، تحت نفوذ قرار بگیره و همه چیز رو بتوانند با یک همین بهانه‌ای در واقع سرپوش بذارن و نقایص خودشون رو یک جوری بتوانند توجیه بکنن، اون هم برای مردم عادی. ولی مردم میدانن که در این که به قول شما الان گرفتار هزار مشکل و مصیبت هست، 21 جلد کتاب مداحی میارن و آقای خامنه ای هم اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش که ما مداح ها صحبت میکرد، میگفت شما ها یکی از وسایل تبلیغاتی هستین که میتوانید برای جمهوری تبلیغ بکنید در دنیا و به هر حال میگم تمام اینا از آثار همان گروگانگیریست که متاسفانه تجربه کرد. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز در لندن و با سپاس از شما سرکار خانم اختر قاسمی کل آلمان. خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای چلنگی. با سپاسی دوباره. برحال گروگانگیری در ایران لطمات بسیاری به مردم ایران، سفره مردم ایران وارد آورد. در این میان بسیاری از دلالان، کارگزاران حکومت اسلامی ایران با وضعیت پدید آمده، تحریم های پدید آمده، تونستن از بازار اقتصادی پدید آمده بهره بسیار بگیرند. کاخ های برافراشته در تهران، سرمایه های افزوده و رو به افزایش در بانک های خارجی توسط کارگزاران جمهوری اسلامی، برادران لاریجانی، رفسنجانی و بقیه افراد حکومت ایران از پیامدهای پربرکت گروگانگیری بوده که برای کارگزاران ولایت فقیه در ایران داشته است. با امید به فردایی که ایران با تمامی کشورهای جهان روابط بسیار دوستانه بر اساس حفظ مساله و منافع ملی ایران و مردم ایران داشته باشه و در این مسیر در عرصه بین المللی و منطقه‌ای حرکت کنه. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، تفتان، کوهساران دلهو، زاگرس، زردکوه، آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.